لك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی و دوستداران و مشتاقان سرزمین حرمین در هر کجایی که هستید و در این لحظات تصاویر ما را دارید مشاهده میکنید، خدمت تک تک شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و سلامتی برخوردار بوده باشید. خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه های رکن پنجم، ویژه برنامه حج که امروز داریم تقریبا 23 روز آن را پشت سر میگذاریم و طبقه که قبلا خدمت شما طی اعلانات مختلف عرض شده بود، مناسک حج و مراسم حج و اعمال حج امسال را از 25 ماه ذوالقعده همچنین تحت پوشش قرار داده بودیم و امروز وارد تقریبا 23 روز یا 22 روز روز اعمال پوشش اعمال حج قرار داریم و امروز روز 12 ماه ذوالحجه هست و دومین روز از روزهای تشریق می باشد که تقریبا در حدود یک ساعت دیگر تا غروب آفتاب امروز ما فاصله داریم. با اجازه شما عزیزان، از طرف شما و از طرف خودم خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان که در این برنامه با ما حضور دارن هم عرض سلام و ادب و خسته نباشید و همچنین خوش آمدید دارم. بندم خدمت جناب علی و تمام بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بار دیگر این عید سعید رو خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض میکنم. تقبل الله منا و منکم. و در خدمت جناب علی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. سلامت باشین جناب مولانا صاحب بزرگوار. مثل ای که ما در مقدمه برنامه اشتباهاً گفتم که وارد تقریبا 20 و چندمین روز هستیم، نه، ما اعمال و مناسک حج را، پوشش اعمال را از تاریخ 25 ماه ذوالقعده آغاز کردیم و تا تاریخ 15 ماه ذوالحجه همچنان ادامه خواهد داشت و امروز چون روز 12 ماه ذوالحجه هست، یعنی وارد 17 روز پوشش مناسک شدیم و انشاءالله تا 2-3 روز دیگر هم همچنان با شما عزیزان خواهیم بود و پوشش این مناسک را همچنان ادامه خواهیم داد. خب عزیزان و دوستان گرامی، امروز چنان که خدمتتان عرض شد روز 12 ماه ذوالحجه است و دومین روز از روزها یا دومین یوم از ایام تشریق را ما داریم پشت سر میگذاریم. به اجازه شما عزیزان میریم یک سر به حرم میزنیم و همچنین جمرات را یک نگاه هم به جمرات میاندازیم که اونجا چه وضعیت چگونه است. چنانه که شما در تصاویر مشاهده میکنین سمت راست ما حرم مکی قرار دارد که البته آخرین قسمت توسعه جدید است، توسعه و البته صحن مطاف است و سمت چپ تصویر ما شما جمرات را میبینیم، مینا را میبینیم که واقعا خیلی شلوغ و خیلی ازدحام است امروز که روز 12 ماه ذوالحجه است. عزیزان گرامی، البته فراموش نکنیم که امسال از نگاه تنظیم و از نگاه برگزاری حج امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت تر بوده و ما الحمدلله هر سال شاهد هستیم که هر حج که میگذره تجربه دستم در کاران امور تنظیم حج پخته تر میشه
و با سپری شدن مناسک حج هر سال نهادهای مختلف و ارگانهای مختلف مربوطه به برگزاری کارگاه ها و به برگزاری میزگرد ها و به برگزاری سیمینار ها می پردازند و اگر نارسایی های وجود داشت این نارسایی ها و این مشکلات را در سال بعدی تلافی می کنند و چنان که خدمتتان عرض شد امسال واقعا حج امسال نسبت به هر حج دیگر خیلی ها متفاوت بود و کسانی که در حج بودند و مناسک حج را انجام دادند اونها در جریان بودند، به خصوص مسئله گروه بندی حجاج هنگام حرکت از عرفات به سمت مزدلفه و بعدش از مزدلفه به سمت جمرات که خیلی ها پررنگ بود. ما دیدیم که تقریبا هر 200 حاجی و هر 250 حاجی و حتی در حدود 300 حاجی به شکل یک گروه زیر یک پرچم به طرف منا و به طرف جمرات حرکت میکردند و الحمدلله تا کنون تا این لحظه ما شاهد هیچ نوع بی‌نظمی و هیچ نوع اتفاق ناخوش نبودیم و امیدوار هستیم که انشاءالله فردا هم به خیر و خوبی و سلامتی سپری شود. طوری که شما در تصاویر باز هم شاهد هستین سمت راست حرم مکی قرار داره، ما شاهد یعنی واقعا پر ازدحام ترین روز در اطراف کعبه هستیم، چنان که شما میبینین طبقه همکف، طبقه شاید دوم که از اینجا ما شما مشاهده کرده نمیتونیم و همچنین پشت بام شاهد هستین که تعداد زیادی از حجاج در پشت بام در حال طواف هستند و این باز بیانگری است که در طبقه دوم و سوم هم حجاج خیلی ها زیاد هستند. و تصاویر سمت راست سمت چپ که میبینیم جمرات است، پل جمرات است که حجاج در حال رفتن به جمرات هستند و کسانی که امروز میخوان تعجیل کنن تقریبا ما گفتیم چیزی کم 55 دقیقه الا 50 دقیقه دیگه به غروب آفتاب امروز روز 12 باقی مانده و کسانی که میخوان تعجیل کنن باید قبل از غروب آفتاب امروز منا را ترک کنن. خب برمیگردیم به استودیو خدمت جناب مولانا صاحب بزرگوار. مولانا صاحب، طبقی که ما میبینیم امروز شاید پر ازدحام ترین روز در حرم و در صحنه مطاف باشه، چرا علت چیست؟ چرا امروز اینقدر حضور حجاج در طواف پررنگ است؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. راز یعنی ازدحام بیشتری که امروز هم در جمرات داریم، رمی جمرات، و هم در خود مسجد الحرام در طواف داریم و همچنین احیانا در واقع صفا و مروه هم شاید اینچنین ازدحامی وجود داشته باشه، علتش برمیگردد به یکی از رخصت هایی که الله متعال به مسلمانان در واقع داده. اصل بر این هست اونگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حج انجام دادن که حجاج باید، البته بایدی نیست، اصل بر این هست که روز دهم رو که اصل روز اول هست و به اضافه روز 11 و 12 و 13 رو در منا بمانند، یعنی 11 12 13 13. یعنی بعد از حج، قبلش که هست، از روز 8 که میروند منا، روز 9 هم که در عرفه هستن، 10 و 11 و 12 و 13 رو باید در منا در واقع سپری بکنن. اعمال روز اول حج، روز اول عید که یوم النهر هست، از همون طلوع آفتاب در واقع شروع میشه، حتی فجر رو حتی کسانی که بیمار هستند یا عذری دارند قبل از فجر هم میتوانند که رمی جمره رو در روز دهم در واقع انجام بدن، یعنی از مزدلفه میتوانند که قبل از ادای نماز فجر حرکت کنند، قبل از ادای که ما شاهد بودیم جناب مولانا سمیمسال هست. یعنی خصوصا با توجه به این که متاسفانه بسیار از مردم فرهنگشون این است که صبر میکنن در سن پیری مثلا به حج میروند
یا اینکه اساساً بعضی در انتظارند، سالهای سال، ده ها سال ثبت نام کردند، منتظر این هستند که اسمشون در بیاد و چه بسا که در جوانی ثبت نام کرده باشند و در پیری اسم خودش در بیاد و احیاناً اتفاق افتاده اون کسی که ثبت نام کرده خودش از دنیا رفته و به جاش فرزندانش در واقع اومدند حج. و متاسفانه این یکی از اشکالاتی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی وجود داره که دلالت بر عدم مدیریت صحیح دارد یا برگرفته از منافع مادی هست که شرکت های حج دارند و که پولی رو دریافت میکنند از مردم، سالهای سال این پول رو در اختیار دارند، با این پول سرمایه گذاری میکنند و کار میکنند و نهایتا هر کسی رو هم که دلشون بخواد بعد از چند سالی به حج میبرند. وگرنه نیازی نبود که این همه پول انباشته بشه. همون سال که قرار بود به حج برند، خب مردم ثبت نام میکردند. اگر تعداد ثبت نام کنندگان زیاد بود، اینو در واقع قرعه کشی میکردند، تقسیم بندی میکردند، یک مقداری میموند برای سال بعد. اما اینکه 10 سال، 15 سال، 20 سال مردم در انتظار رفتن به حج باشند، این نه از نظر عقلی توجیهی رو داره و نه از نظر مدیریتی که باید باشه، این در واقع سازگار با مدیریت موفق نیست. در روز دهم عرض کردم که اعمال ازمون صبح زود شروع میشه، اما در روز یازدهم تا روز سیزدهم، یعنی 3 روز بعدش، رمی جمرات که هر 3 جمره هستند به ترتیب، صغرا و وسطا و کبرا، بعد از زوال شروع می شود. یعنی بعد از این که مردم نماز ظهر را می خونند، یا به تعبیر دقیق تر بعد از زوال، چه نماز را بخونند یا نخونند، وقت جمرات در واقع شروع می شود. روز یازدهم معمولا حجاج کار دیگری رو ندارند، صرفا این هست که برمد رمی جمرات انجام بدن، یا افرادی که روز گذشته نرفتن طواف افاضه میخوان امروز بروند، شاید که بروند حرم طواف افاضه رو هم انجام بدن، اما کار خاص دیگری این نیست. در روز دوازدهم یک مقدار وضعیت متفاوت هست، یک نوع رخصتی هست و تسهیلی هست از جانب الله متعال. دوستای گرامی در اتاق کنترل اگر تصاویر نشان بتین هنگام که مولانا صاحب دارن صحبت میکنن، تصاویرم بفرمایید جناب مولانا صاحب. در این روز، روز دوازدهم، الله متعال اجازه داده که اختیاری هست، هر کسی میخواد امروز حجش رو تمام بکند، اعمال حج رو به پایان برساند، یا فردا هم بماند و اعمال حج رو ادامه بدهد. این یک موردی هست که الله متعال در واقع اینو اختیار داده. واذکر الله فی ایام معدودات، الله متعال دستور داده در ایام معدودات شما الله متعال را ذکر بکنید، یعنی در ایام تشریق در منا هستند حاجیان، 3 روزه نه، بله، ایام تشریق 11ام، 12ام و 13ام. در ادامه الله متعال در آیه 203 میفرمند فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. خوب شد این آیت ذکر کردین، ما هم قرار بود که سوال کنم که این تعجیل خودش هدف از تعجیل چی است، تعجیل چی مفهوم و چی معنای را ارائه می کنه. هدف از تعجیل یعنی اون فلسفه رو که الله متعال در واقع قرار داده، یک نوع در واقع ارفاقی هست نسبت به حجاج، تسهیل و سهولت بیشتری هست، رخصتی هست که الله متعال قرار داده برای مسلمانان. شاید کسی بخواد زودتر، دلش تنگ شده میخواد زودتر بر بگرده، یا خسته شده میخواد که تا فردا صبر نکنه، الله متعال اجازه داده هر کسی میخواد روز دوازدهم اعمال حج رو به پایان برسونه و برگرده بره مکه، یا اصلا بر بگرده بره شهر خودش، هیچ گونه اشکالی نداره. اگر کسی میخواد ثواب بیشتری رو کسب کنه، اون اشکال نداره، بس همون بمونه تا روز 13ام. یعنی برای همه است جناب مناسب. اینجا بحثی که ضعیف و ناتوان باید تعجیل کنه نیست، هر حاجی میتونه، همشون، این هم اهل مکه باشن، غیر اهل مکه باشن، بیمار باشند، سالم باشند، هر از هر جا که باشند، یعنی هیچ وضعیت حاجی در اینجا مد نظر نیست، تمام حجاج بلا استثناء این ارفاق در حقشون شده و به اختیار خودشون هست. اگر خواسته باشند روز دوازدهم بعد از این که رمی جمرات را انجام دادن، خواسته باشند که از منا خارج بشوند، اجازه دارند خارج بشوند، دوباره باز نگردند، لازم نیست که بعد از روز 13ام بمانند. البته شرطش این است که هر کسی که تا غروب روز دوازدهم از منطقه منا خارج بشه، تا غروب امروز، همین لحظه که ما شما داریم صحبت میکنیم، تقریبا جناب مولانا صاحب
40 دقیقه بیشتر شاید بله. به غروب آفتاب نمونده باشه. هر کسی توانست که تا قبل از یعنی این که 40 دقیقه تمام بشه و از سرزمین منا خارج شد، لازم نیست که دوباره بر بگرده، امشب رو در منا سفری بکنه و فرداش رمی جمرات بکنه. امروز که از منا خارج شد دیگه در امان خدا برود، اگر طواف افاضه رو انجام نداده طواف افاضه رو انجام بدهد و اگر طواف افاضه رو انجام داده همون طواف ودا رو انجام بدهد و میتواند خداحافظی بکند. طواف ودا در واقع یعنی طواف خداحافظی هست که از مکه میتواند که خارج بشود و حجش تمام هست. الله متعال به همین اشاره میکنند: فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه. هر کسی زود از منا خارج شد، یعنی روز دوازدهم خارج شد، فلا اثم علیه، گناهانش بخشیده شدند. و من تأخر فلا اثم علیه، و هر کسی هم که تأخیر کرد یعنی مونتا روز 13 هم، اون رو هم خدا الله متعال گناهانش رو بخشیده. این برمیگرده به یک حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا حتی از آیات قرآن همین در واقع برداشت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. هر کسی که حج بکند رفسی رو انجام ندهد، یعنی در این آمیزشی رو با همسر خود نداشته باشد و لم یفسق و فسقی رو انجام نداده باشه، فسق رو تعبیرش خاص هست در ایام حج، یعنی مواردی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها یا الله متعال آنها را جز محرمات قرار داده، ممنوعات احرام هستند که اینها رو نباید در حالت احرام در واقع انجام بدید. من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، یعنی گناهانش کلن بخشیده می شوند. حج و عمره هر دوتاشون یکی از کفارات هستند، یعنی گناهان را کفاره می کنند، از بین می برند. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر کسی که حج انجام بدهد بدون رفث و بدون فسوق گناهانش کاملا بخشیده می شوند. الله متعال در این آیه می فرماید که فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، هر کسی که این دو روز را یعنی تعجل کرد و در روز دوازدهم از منا بیرون رفت فلا اثم علیه، یعنی این که حجش حج کاملی هست، اگر مرتکب رفث و فسوق نشده پس بنابراین لا اثم علیه، گناهی برگردن اون باقی نمانده. یعنی نتیجه حج را حاصل کرده، آثار حج که این هست که گناهان بخشیده بشوند، برای اون حاجی که روز دوازدهم در واقع خارج رفته این نتیجه حج برایش ظاهر و آشکار می شود و گناهان بخشیده می شوند. و در ادامه می فرماید و من تأخر فلا اثم علیه، اون کسی که تأخر کرده روز سینزدهم هم مانده در رفته رمی جمرات انجام داده، بر اون هم گناهی نیست، به این معنی که گناهی برگردنش باقی نمانده. یعنی الله متعال اختیار داده کسانی که روز دوازدهم خارج می شوند هم گناهانشون بخشیده شده، به شرط اینکه حجشون حج در واقع مبروری باشه و دچار ممنوعات و محظورات احرام نشده باشند، و هم کسانی که روز 13 هم در واقع خارج میشوند از مناکتا پایان حج صبر میکنن، اینها رو هم الله متعال در واقع گناهانشون رو بخشیده. جناب مولانا صاحب اگر اجازه بدیم ما برمیگردیم باز به روز 12 هم، چون در روز 12 هم قرار داریم و اینجا بحث تعجیل مطرح هست. اگر کسی فردی نیت کرد، عزم کرد، قصد کرد که باید امروز روز دوازدهم قبل از بعد از اینکه رمی جمره میکنه قبل از غروب با قصد زیره کرده که باید از جمرات از منا خارج شود، اما به دلایل خارج از ارادش مثلا شلوغی بیشتر بود این نتونست که قبل از غروب از منا خارج شود، آیا برای لازم است که دوباره بر بگرده باید به خیمه هایش یا چادر های جایی که برایشان تعیین شده و شب دوازدهم هم بگذران سپری کنه؟ نه، در این صورت لازم نیست. کسی که عزم خروج را داشته بخواسته برود رمی جمرات را انجام بدهد و قبل از غروب در واقع از منطقه منا خارج بشود، عرض کردم که اصل بر این است که هر کسی که قبل از غروب خارج شد لازم نیست که دوباره بازگرده. اما اگر کسی تا وقت غروب مانده بود در منا باید شب را در اونجا سفری بکنه، این واجب هست که شب 13 در اونجا بمونه و واجب هست که فرداش هم برود، یعنی روز 13 برود رمی جمرات را انجام بدهد. اما فرض بکنیم
داریم که یک فردی تصمیم گرفته بود از خیمه خارج شده بود، اومده بود که رمی جمرات رو انجام بده، اومد رمی جمره رو انجام داد یا اصلا نرسید که رمی جمره رو انجام بده، تو همین مسیر بود، تو شلوغی گیر کرد و چه مشکلی داشته باشد یا مشکلی نداشته باشد، بدین معنی فرض کنیم که امشب پروازش هست باید بره یا فردا صبح پروازش هست باید خارج بشه نمیتونه بمونه، یا اینکه در واقع مشکلی هم نداشت میخواست که خارج بشه منتها به خاطر ازدحام زیاد تا قبل از غروب نتوانست که از سرزمین عرفات منا خارج بشود، در این صورت هیچ گناهی برگردن اون نیست، یعنی با وجود این میتواند که خارج بشود. اما اگر کسی مانده بود در منا مانده بود، غروب که شد تازه تصمیم گرفت که نه من میرم رمی جمرات انجام میدم و برمیگردم میرم به مکه، برای این چنین شخصی اجازه این اگر بعد از ظهر تصمیم بگیره اشکال نداره. خب بعد از ظهر تصمیم گرفته بود، حرکت کرده بود برای رفتن رمی جمرات کردن، منتها گیر افتاد، تو ازدحام گیر افتاد، یک مشکل دیگری براش پیش اومد که به هر صورت نتوانست که قبل از غروب خارج بشه از منطقه منا، هیچ اشکالی ندارد. بعد از غروب اگر خارج شد باز هم برای چنین شخصی اجازه هست و لازم نیست که بر بگردد و شب رو در منا بگذارم. خب جناب مولانا صاحب اجازه بدین که فقط یک تذکر بتم، اگر بیننده های عزیز و گرامی سوال دارن در ارتباط با احکام امروز یا کلا احکام حج، تلفن های برنامه انشالله تا ربع ساعت دیگر زیر نویس میشه، میتونن که سوالاتشان رو مطرح کنن و جناب مولانا صاحب به سوالاشون پاسخ خواهند داد. برمیگردیم جناب مولانا صاحب خدمت شما، باز هم چون بحث موضوع برنامه امروز ما حج مبرور است، میخواستم سوال بپرسم که وقت کلمه مبرور آیا حج خود کلمه مبرور آیا در آیات قرآنی یا احادیث نبوی ذکر از این کلمه شده است؟ خود اصل بر به معنی نیکی یا پختکاری در نیکی هست، یعنی آدم کار خیری رو که انجام میدهد باید کامل و به صورت پخته در واقع اینو انجام بده. اعمال بر یعنی اعمال صالحه و اعمالی که انجام دادن آنها یک نوع تقرب به بارگاه الله متعال هست. اما از این که این اعمال جزء فرایض باشند یا جزء واجبات باشند، جزء سنت ها باشند یا حتی جزء مندوبات و مباحات باشند، تمام اینها در واقع این کلمه بر و نیکوکاری شامل تمام این موارد می شود. خود کلمه بر در قرآن کریم ذکر شده، اما به عنوان حج مبرور یا کلمه مبرور در قرآن در واقع استفاده نشده و این در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع آمده. اما تعبیر حج مبرور یعنی تعریفش و محتوایش در آیات قرآن کریم هست، یعنی که حجی که مبرور گفته می شود در قرآن کریم، یعنی اصطلاح آن را یا معیار آن را الله متعال ذکر فرمودند. الله متعال می فرماید که الحج و اشهر معلومات، ماهای حج ماهای مشخصی هستند، الحج و اشهرم معلومات، ماهای حج ماهای مشخصی هستند، یعنی شوال و ذوالقعده و ذوالحجه. فمن فرض فیهن الحج، هر کسی که در این ماها تصمیم حج گرفت، اراده حج کرد که یا عملا حج رو در واقع آغاز کرد، ماه شوال بود به نیت حج رفت یا ماه ذوالقعده بود یا ماه در واقع ذوالحجه، یعنی در یکی از این ماه حج تصمیم گرفت که به حج برود و مسیر خودش را آغاز کرد، الله متعال می فرماید فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که در ایام حج و در مسیر حج و در حالت احرامی که شما پوشیدید فلا رفث، رفس جایز نیست، رفس یعنی آمیزش جنسی با همسر، این جایز نیست، ولا فسوق، فسق جایز نیست، فسق در اینجا به معنی ممنوعات احرام هست، یعنی این که لباس نباید بپوشید، لباسی که دوخته شده سرتون رو نباید در واقع بپوشید، لباس دوخته به صورت کلی استفاده نکنید، عطر استفاده نکنید و بقیه مواردی که جزء ممنوعات و محظورات احرام هستند. ولا فسوق، ممنوعات حج رو هم نباید انجام بدهید، ولا جدال فی الحج، در مورد حج جدالی نیست. البته بسیاری از مفسرین یا مترجمین قرآن این ولا جدال فی الحج رو، این ولا فسوق ولا جدال فی الحج رو این گونه ترجمه
میکردند که در ایام حج شما فسق انجام ندهید و با هم دیگر جدال نکنید. این معنی درستی نیست. لا فسوق اشاره داره به ممنوعات احرام، محظورات احرام، کارهایی که در حالت احرام نباید انجام بدهیم. و لا جدال فی الحج یعنی در مورد ماه‌های حج جدالی نیست. ماه‌های حج اینا هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا رو مشخص کرده، یعنی شوال، ذوالقعده و ذوالحجه، که در مورد خود ذوالحجه اختلاف هست که کلش هست یا مثلا تا دهم هست یا تا چهاردهم هست، به هر صورت این اختلاف هست. اما به هر صورت به صورت کلی این سه ماه ماه‌های حج هستند، شوال، ذوالقعده و ذوالحجه، که الله متعال میفرم ولا جدال فی الحج، ایام حج مشخصند، ایام معلومات و ایام معدودات اینها مشخص هستند، روزها و ماهای حج مشخص هستند، بحثی در این مورد در واقع نیست. اون گونه نیست که کافران میخواستن هر وقتی که در گرما میافتادن ماها رو تقدیم و تاخیر میکردن به خاطر اینکه در واقع با گرما روبرو نشوند. الله متعال میفرماد ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، هر کار خیری رو که شما انجام بدهید در این روزها الله متعال رو در واقع میداند. و تزود و فإن خیر زاد تقوا، و شما توشه برگیرید برای خودتان که بهترین توشه در واقع تقوا هست. در این آیه در واقع اگر کسی بر محتوای این آیه عمل بکند بدین معنی هست که حجش حج مبروری هست. هر کسی بر محتوای این آیه عمل کرد، حجی رو انجام داد، در حالت حج دچار رفث نشد، یعنی در حالت احرام با همسرش همبستری نکرد و مقدمات همبستری رو هم در واقع انجام نداد، ولا فسوق ممنوعات حج رو در واقع انجام نداد و اعمال خیری رو هم در این ایام بیشتر انجام داد، و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، و اضافه بر این تقوای الهی رو داشته باشد، پرهیزگاری رو داشته باشد، این کارها رو وقتی که انجام بدهد این به معنی در واقع این هست که این حج حج مبرور در واقع هست. تعریف حج مبرور این هست. اما خود اصطلاح حج مبرور در آیات قرآن نیامده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که العمره الى العمره کفاره لما بینهما، این عمره که شما انجام میدهید تا عمره دیگر این کفاره گناهان شما هستن، یعنی عمره‌ای که الان شما انجام میدهید این عمره تا عمره قبلی گناهان شما رو در واقع میبخشد، یعنی کفاره میشود برای گناهان شما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، و حج مبرور پاداشی و ثمره‌ای غیر از بهشت ندارد. یعنی اگر کسی حج مبروری رو انجام بدهد، حجش حج مبروری باشد، این پاداشش همون بهشت هست که الله متعال به اون خواهد داد. این باز هم تأیید می شود از اون آیه که الله متعال می فرماید واذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه، یا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در همین محتوا هست که من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، روز ولادت انسان هیچ گناهی برگردن انسان نیست، وقتی که حج رو انجام داد حجش هم حج مبروری بود گناهانش بخشیده می شوند، و بدین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. و روایت دیگری در این زمینه باز هم هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح بخاری هست که میگوید که من به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردم که یا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال فلا نجاهد، یکی از دیدگاه ما جهاد برترین عمل هست، جهاد برترین عمل هست و ذروه سنام اسلام، بارلتنی قله در واقع تعالیم اسلامی هست، افلا نجاهد، به ما زنها اجازه نمیدهی که ما جهاد بکنیم، این عمل برتر و با فضیلتتر رو ما در واقع انجام بدهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لکن افضل الجهاد حج مبرور، لکن افضل الجهاد حج مبرور. درست است که جهاد با اون مفهومی که مبارزه با دشمنان هست جزء افضل اعمال هست، اما یکی از معانی جهاد همین حج کردن هست، خصوصا برای خانم ها در واقع که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این توصیه کردن لکن افضل الجهاد حج مبرور. اما حج مبرور در واقع یکی از بهترین جهادهایی هست که زن میتواند که انجام بدهد، و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به معنی بر حج یا نیکوکار بر و نیکوکاری در حج هم تعبیرات دیگری اومده، اما در این دو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کلی حج مبرور در واقع ذکر شده.
خب بینندگان عزیز و گرامی، انشالله با هم یک میان برنامه را میبینیم و پس از دیدن این میان برنامه، انشالله پس از این میان برنامه در رابطه با انشالله علائم و نشانه های حج مبروک خیره ها مهم است، باز هم از مولانا صاحب سوال خواهیم کرد و باز در خدمت ما شما خواهند بود. با هم میان برنامه میبینیم و برمیگردیم انشالله. يا عيد يا عيد المحبة جينا مثل شوق الأحبة كل الفرح ويا سعادة بنجتمع باللي نحبه يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا عيدنا عود يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا واحتفل في النبي جابك الله واحتفل في النبي كل ما جيت شرحنا كلنا كل ما جيت شرحنا كلنا عيدنا عيدنا عود إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ضيوفك بالحما نزلوا بخير الأشهر الحرم وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم هنا أمم ملابية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم منيبا. خوب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و همچنین با هفدهمین روز پوشش اعمال حج
خدمت شما عزیزان و بزرگواران قرار داریم و قسمی که در ابتدای برنامه هم خدمتتان عرض شد، حج امسال واقعا از نگاه تنظیم، از نگاه برگزاری خیلی ها متفاوت تر از موسم های دیگر بود و امسال ما شاهد تنظیم فوق العاده بودیم. حرکت حجاج در روز ترویه، روز هشتم به طرف عرفات و بعدش از عرفات به سمت مزدلفه و از مزدلفه به طرف منا برای جمره زدن، خیلی ها تنظیم خاص و ویژه‌ای بود که هر کسی که، هر حاجی که، هر زائری که در اونجا حضور داشت و یا هر کسی که تصاویر مناسک حج امسال به طور مستقیم و زنده مشاهده میکرد، این نقطه جلب توجه میکرد. طوری که شما همین لحظه میبینین، ما در سمت راست تصاویر مسجد الحرام را داریم و در سمت چپ جمرات را میبینیم. امروز دوازدهمین روز ماه ذوالحجه است و دومین روز از روزهای تشریق است و حجاجی که قصد تعجیل دارند در این لحظات کم کم دارند از منا خارج میشن، چون تقریبا 20 دقیقه دیگر هم در مقابلشان است و الا اگر خارج نشدن. البته طبق که در خلال برنامه شما شنیدین و ما از جناب مولانا صاحب سوال کردیم، کسانی که عزم و قصد تعجیل داشتن و خروج از منا را امروز داشتن، حتی اگر بنا به دلایل شلوغی و ازدحام آفتاب بر ایشان غروب کرد و در داخل منا بودن، اینا میتونن که از منا خارج شوند، به شرطی که گفتیم قبل، یعنی در ظهر تصمیم و نیت تعجیل را گرفته باشن، نه ای که تقریبا یک ساعت یا یک و نیم ساعت قبل قبل از غروب به هر تقدیر جناب مولانا صاحب میگن که قبل از غروب هر وقتی که نیت و قصد خروج میکنه و بنا به دلایل خارج از ارادهش در داخل منا باقی میمونه و نمیتونه که قبل از غروب خارج شوه، او میتونه که حتی بعد از غروب از منا خارج شوه. خب عزیزان گرامی، قسمی که قبل از میان برنامه هم اشاره شد، شما عزیزان میتونید تلفن‌های برنامه زیرنویس میشه، میتونید سوال‌های خود را در ارتباط به احکام حج، در ارتباط به احکام امروز خدمت جناب مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان مطرح کنین و انشاءالله تای تقریبا یک ساعت دیگری که در خدمت شما یا کمتر از یک ساعت در خدمت شما خواهیم بود و دوستای ما، همکارای ما از مکه مکرمه، ما دقیقا حالا نمیفهم که اینا کجا قرار دارن، شاید بعضشان در جمرات در منا باشن، بعضشان در مسیر را باشن و برخی دیگرشان هم در خود مسجد الحرام یا در اطراف کعبه یا در مسعا باشن. انشاءالله تا دقایق و لحظات بعدی با ایشان تماس خواهیم گرفت و از وضعیت در مسجد الحرام و از وضعیت در جمرات جویا خواهیم شد. خب جناب مولانا صاحب، برمیگردیم خدمت شما. ما قبل از میان برنامه شما داشتین در ارتباط به حج مبرور صحبت میکردین و به جزء از حدیثی که والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه و جنت و بهشت جاییست که البته خواست و آرزو و امنیه هر فرد مسلمان هست. هر کس میخواد که حج بره و اگر ای به هر کس میخواد که بهشت بره و اگر ای با حج مبرور به دست بیایه چه بهتر. و میخواستیم در ارتباط به ای که فرد میخواد بدانه که آیا او حجش حج مبرور بوده یا نبوده، حج مبرور چه نشانه ها و چه علائمی داره، اگر توضیحات بتنده ای رابطه. در مورد حج مبرور با توجه به آیات قرآن کریم که حج را توصیف کردند و همچنین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که نمادها و علائمی را برای ما مشخص کردند،
نخستین شرط عبادات به صورت کلی و همچنین حج، یعنی تمام اعمالی که انسان در واقع انجام میدهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انما الاعمال بالنیات، معیار پذیرش و معیار ارزش تمامی اعمالی که انسان برای تقرب به الله متعال انجام میدهد نیتش هست. اگر نیتش خالص باشد قابل قبول هست نزد الله متعال، و اگر ناخالص باشد بیچ عنوان الله متعال چنین عملی رو در واقع نمیپذیرد. این دو تا شرط به صورت کلی در تمام اعمال هستند، یکی این که خالصانه برای الله متعال باشد، و شرط دومش این است که مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. دو تا شرط اساسی هستند برای تمام عبادات، نماز و روزه و زکات و حج و اعمالی که به عنوان تقرب انجام میگیرد. اول این که خالصانه برای الله متعال باشد، یعنی این که اگر در نیتش دچار شرک شده باشد یا نیتش یک مقداری ناخالص باشد برای الله متعال، یک مقدار حظ نفس و هوای نفسانی در اون شریک شده باشد. به طور مثال فرض کنیم که یک فردی نماز میخواند، خب نیتش رو برای الله متعال گفته که برای الله متعال نماز میخونم، اما در کنار این که برای الله متعال نماز میخوند، برای این هم هست که مردم ببینند، یعنی دوست دارند مردم اون رو ببینند. وقتی که مردم میبینند قرائتش رو طولانی تر میکند، رکوع و سجودش رو طولانی تر میکند. خب چون این کسی برای الله رکوع و سجودش رو طولانی نکرده، برای ریا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى يرائي فقد اشرك، اگر کسی به نیت ریا و خودنمایی نماز بخواند نه تنها عبادتی رو انجام نداده بلکه دچار شرک هم شده. و الله متعال در حدیث قدسی می‌فرماید که من اشرک معی غیری ترکته و شرکه، هر کسی در عبادتی غیر مرا با من شریک بگرداند من رهایش میکنم با همون شرکی که انجام داده. من نیازی به چنین عبادتی که در آن شرک باشه خالصانه برای من نباشد، چنین عبادتی رو من قبول نمیکنم. این شرط اول هست، یعنی هر عملی باید فقط خالصانه برای الله شود، هیچ موجودی هیچ کسی را نباید در این عمل انسان به هر گونه که باشه شریک بگردانه هیچ عنوان. یعنی عبادت صرفا 100% باید برای رضای الله متعال باشه، خالصانه برای الله متعال باشه. اگر به صورت کلی برای غیر الله بود، اون که حسابش مشخصه که الله متعال بیچ عنوان چنین عبادتی رو قبول نمی کند. حتی عبادتی رو که در نیتش یعنی شریکی باشد با الله، نه اینکه خالصانه برای غیر الله باشد، حتی اگر شریکی با الله هم قرار داده باشن، بنابر حدیثی که عرض کردم الله متعال چنین عبادت در واقع مغشوشی رو از کسی در واقع نمی پذیرد. این شرط اول هست. شرط دوم این که باید مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم کیفیت نماز را، روزه را، زکات را، حج را، تمام این اعمال را برای ما کاملا مشخص کردند، جزئیاتش را خودشون انجام دادند و با زبان هم معرفی کردند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند و ایشان پاسخ دادند تمام جزئیاتش باید طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. در مورد نماز ایشان فرمودند که صلوا کما رأیتموني أصلي، دقیقاً مانند من نماز بخونید. الان فرض بکنیم یک فردی به وجد اومده باشه و شوق و علاقه زیادی داشته باشه، میگه امروز نماز مغرب من به جای اینکه 3 رکعت نماز بخونم 6 رکعت میخونم، خیلی با نشاطم، سرحالم، لذت میبرم از این نماز خودم، نمیخوام که نمازم 3 رکعت باشه زود تمام بشه، میخوام که 4 رکعت بخونم، میخوام که 6 رکعت بخونم، آیا از نظر شرعی اجازه داره؟ خب از نظر عقلی اگر ما حساب بکنیم چه اشکال داره، اونم نماز هست، 3 رکعت رو که خونده، اما اضافه بر اون 1 رکعت اضافه کرده، 2 رکعت دیگه اضافه کرده، خب اشکالی در از نظر ظاهری و از نظر عقلی شاید پیش نیاد. اما از آنجایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخوانید، یعنی معیار در این زمینه اولا این است که عبادت باید خالصانه برای الله باشد، دومین معیارش این است که حتما باید 100% مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. هر مقدار که نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما متفاوت از عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، به همان اندازه ثوابش و ارزشش و همچنین تأثیرش در زندگی ما هم کاهش پیدا می کند.
یعنی ما مقوله توقیفی و توقیفی را داریم. بله. یعنی که عبادات میگیم که توقیفی است. بله، یعنی وقتی ما میگیم که عبادات توقیفی هست، یعنی این که منوط به اجازه شارع هست. باید نص وجود داشته. باید نصی وجود داشته باشه. فقط و فقط الله و رسولند که در این زمینه باید اظهار نظر بکنند و تعیین تکلیف بکنند. نمیشه که در بحث اجتهاد بکنه و کسی بیاید بگه خب ما از نگاه عقل، از نگاه منطق، خب بعضیان این قسم صحبت ها را میکنن و قسم حرف ها از زبان برخی ها میبرای که میگن خب چی اشکال داره؟ چی اشکال داره؟ عقلا و منطقا ما و شما، خب میگه خداوند برای ما و شما عقل و منطق داده، ما از نگاه عقل و منطق مسئله را میسنجم. خب سه رکعت ما میخوانم، اگر شام مثلا اگر نماز عشا نماز خفتن از چهار رکعت است، من چهار رکعت میخوانم، اما به اضافه چهار رکعت دو رکعت دیگه میافزایم، خب این نفل حساب شوه. چی اشکال داره؟ میگه خب در این صورت عرض کردم که این مسئله توقیفی هست و صرفا الله و رسول هستند که راه های تقرب به الله رو برای ما معرفی کردن. آن چیزی که عبادت هست، عبادت یعنی چی؟ عبد یعنی برده، یعنی بنده الله متعال. در چه صورتی یک بنده ای رو ما میتونیم بگیم که این مطیع پروردگارش هست؟ در صورتی که دقیقا همان کیفیتی که پروردگار دستور داده این عبد انجام بدهد. اگر غیر اون رو انجام داد اطاعت نکرده. اگر غیر اون رو انجام داد اطاعت نکرده. به طور مثال الان ولله المثل الاعلا، یک فردی پدری به فرزندش میگوید، یا یک فردی فرض کنیم که در زمانی که برده بوده به برده خودش میگه که برای من یک لیوان آب بیار. خب این میره به جای آب چای میاره که نه این بهتره، نمیدونم خاصیتش بیشتر هست، و یا اینکه یک لیوان شربت بیاره. خب یک خدمتی رو انجام داده، اما اون خدمتی که صاحبش خواسته بود اون در واقع نیست، شاید اون لحظه نیازی به آب داشته. بله. و در این زمینه هم در زمینه عبادات صرفا چون که ما عبد الله متعال هستیم، بنده الله متعال هستیم، و الله متعال راه های تقرب خودش و مواردی رو که جز عبادات هستن اونها رو مشخص کرده، دقیقا این همون رو در واقع ما باید انجام بدیم، وگرنه هرج و مرجی صورت خواهد گرفت، اون گونه که در بسیاری از مذاهب منتسب به اسلام ما در واقع میبینیم. هر کسی میآید از طرف خودش یک چیزی رو در دین اضافه میکنه با صلاح دید من دوست دارم که الان دهه فلان باشه، الان من دوست دارم که فلان شعائر در دین اضافه بشه، این فلان روز فلان هفته. بله. فلان ماه اومدن عباداتی رو در دین اضافه کردم که در حد عبادات اصلی هست برای نماز جماعت. و حتی در برخی موارد جناب مولانا میبینیم که عبادات اصلی تحت شعاع قرار میگیره، تحت شعاع اون گونه که مساجد باید آباد بشه بجاش حسینی آباد شده، اون گونه که باید مساجد آباد بشه به جاش قبرستان در واقع عبادت انجام شده، به اون اندازه که مردم باید نماز بخونند به جاش مردم دوست دارند که سینه بزنند یا بقیه مواردی که هستند. خب اینها اظهار نظرهای شخصی هست، مواردی هست که افرادی برای سودجویی خودشون اینها رو اضافه کردن، وگرنه هیچ منفعتی در این زمینه به امام حسین و به بقیه ائمه نمیرسد و در هیچ جایی ائمه بزرگوار بچونی کارهای توصیه نکردن، بلکه عکسش صحیح هست، توصیه کردند که مبادا دوچار چنین اعمالی باشی، و به هیچ عنوان این اعمال در راستای رضایت الله متعال نیستند. اگر در راستای رضایت الله متعال می بودند، الله متعال باید در قرآن اینا رو توضیح می داد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول زندگی خودشون این اعمال رو باید توضیح می داد و عملا بران عمل می کرد. وقتی که نکرده رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. این یک اصل و اساس در دین اسلام، هر کسی که عملی برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدهد مردود هست. دین و شعائر دینی دقیقاً همان چیزی هستند که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، امکان ندارد که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیزی جز شعائر دینی نبوده و امروز جز شعائر دینی در واقع قرار بگیره. این به صورت کلی هست در مورد تمام احیانا قیاس احمد. میکنن جناب مولانا صاحب اساساً قیاس میکنن، میگن به قیاس یک عبادتی که در اون زمان رواج داشته گویا میان میگن ما قیاس میکنیم از قول یا غیر از قیاس روایت میکنن، روایاتی دارن که هیچ نسبت مثلا به نه امام حسن و نه امام حسین نه حضرت علی و نه امام صادق اینا ندارن.
میان بخورد مردم میتن مردم هم نمیدانن. اولا که در مذهب شیعه قیاس اصلا جایز نیست، جز منابع استدلال و استنباط احکام قیاس شمرده نمی شود. حتی در روایاتشون و نظریات علماشون موجود، هر کسی که در واقع قیاس بکنه در واقع به کفر رسیده. دوماً مورد قیاس در واقع ایجاد یک عمل و ایجاد یک عبادت در واقع نیست، بلکه موارد جدیدی هستند که پدید میاند و اینها رو بر اساس قرآن و سنت باید ما یعنی استنباط بکنیم. یعنی یک موردی هست، به طور مثال من عرض می کنم که مواد مخدری که امروزه وجود دارند، مواد مخدری که امروزه وجود دارند، خب در زمان نزول وحی نبوده، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این مواد مخدر در واقع نبودند. خب یک عالم و مجتهد از کجا میآید حکم مواد مخدر رو این برای مردم بیان میکند؟ در این زمینه برمیگردد به اساسیات و اصولی که در قرآن هست و در حدیث هست. خود بحث قیاس، قیاس بر اجماع این امکان پذیر نیست، قیاس بر عمل یک صحابی در واقع نیست، فقط قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب در مورد قرآن، در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد خمر و موردی که نشه آمیز هست، خب حکم ثابتی اومده. با این در واقع گزینه که چون که همان گونه که شراب نشه آور هست، این مواد مخدر هم نشه آور هستند، با این در واقع رابطی که در میان این دو تا وجود داره، حکمش رو بر اون در واقع قیاس می‌کنن که هیچ عبادت جدیدی نیست، تغییر دین در واقع نبوده. اما این که یک مناسبت رو، یک مراسم رو آوردن و جز شعائر دینی قرار دادن، این برخلاف قرآن و سنت. جناب مناسب اگه اجازه بتین شما فکر کنم به یکی از نشانه های حج مبرور پرداختین. اگر اجازه بتین ما میریم به سراغ بیننده های عزیز و گرامی و سوال های ایشون رو میشنویم و بعد باز دوباره برمیگردیم. خب بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید خدا معرفی بکنین. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامکم الله، رضایی هستم از قاره اصفهان. آقای رضایی از قاره اصفهان. خب قاره اصفهان، اصفهان نصف جهان، باید هم قاره باشه. بفرمایید. خدمت آقای رضایی عرض سلام دارم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما که فضایلی رو که اصفهان داره و سوابقی رو که داره انکار نمی کنه، اما یک به عنوان مزاح میگم به شما اصفهانی ها و به ایرانی ها، به خودمون بر نخوره. پاکستانی یک مثالی دارن، میگن که اصفهان نصف جهان است اگر لاهور نباشد. درست میگن. بفرمایید در خدمت شما. بفرمایید آقای رضایی در خدمت شما هستیم بزرگوار. بله، محضرتون عرض کنم که ضمن اینکه ایام سعید عیده و سعید قربان را هنوم منتصب است، تبریک عرض می کنم. محضر استاد میخوام بگم که در خصوص مطالبی که فرمودن و پدیده هایی را که الان هست و میفرماد، اون چی که رسول خدا انجام داده است اون سنت است و بعدش هر پدیدهی پیدا شود بدعت است. میخوام بگم که جناب استاد بزرگوار، خدای متعال جل و علا و جل شأن و اساس دین رو حب قرار داده است. اساس دین رو حب. خدای بله بفرمایید. و خدای متعال ما را سوق داده است در قرآن کریم به سوی مودت، محبت نه مودت، ذوی القربای رسول خدا حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و محبت هم بابش بسته نشده است. و این اونته که از شیعیان نسبت به ذوی القربای رسول در طول زمان انجام شده است و می شود، این نسبت به مودت است و محبت. محبت هم حدود ندارد. من کنار گهواره بچم و میستم 20 رقم شکلک درست میکنم که اگر یه اکثر رو بگیرم به خودم برگردنم، خودم از خجالت میکشم. اما برای خاطر یه بچم بخندم 100 تا شکلک به خودم میگیرم. اینایی که اعمال میشود درست است که در سنت رسول خدا نیست که مثلا پیاده برن کربلا، اما اون که عادت از پیغمبر رسیده است، پیامبر چقدر نسبت به حسنین مخصوصا چقدر اعمال محبت میکرده است، چقدر پیغمبر مثلا به نفسی انت و سید و شهدا میفرموده است. در بین صحابی حضرت منبر بودن، امام حسین اومده تو مسجد خورده زمین، پیغمبر از منبر تشریف بردن پایین، اومدن بین مردم، حضرت رو گرفتن بردن رو منبر، نشوندن کنار خودشون و ایشون رو نوازش کردن و سفارش کردن. حالا این چی که ما انجام میدیم همون سفارش رسول خداست. بله درست است آقای رضایی.
بله. آقای رضایی گرامی صحبتهایتان را شنیدیم، انشاءالله منتظر باشین جلام مولانا صاحب در ارتباط به صحبتهایتان انشاءالله تعلیقات خواهند داشت، منتظر باشین. تشکر از شما. بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم، بفرماییم بیننده گرامی. بله سلام علیکم استاد محترم، استاد سایقل و همچنان استاد محترم استاد مولانا صاحب عبدالقدس، بفرماییم برادر گرامی. بله و همچنان عید سعید قربان به شما تبریکی میتونم، به خاطر که دیشب برای شب برنامه داشتی نتوانستم که زنگ بزنم. تشکر از شما، ما هم به شما و سایر بیننده های عزیز و گرامی که صدای ما را میشنون و تصاویر ما را میبینن تبریک و تهنیت میگیم بار دیگه، بفرمایید. یک جان تشکر. استاد سایقل، ما چند دمی روزا از استاد سوال کردم راجع به می روزه ماه قمری که در 13م 14م 15م هر ماه باید آدم روزه بگیره. خواه بله. و استاد روز جواب دادن گفت تا روز 13م نمیتونید که آن 13م ذوالحجه باشه. همین سوال من اینجاست که 14 و 15 شم میتونیم بگیریم در این ماه یا نمیتونیم؟ 14 و 15 ذوالحجه را. بله بله. درست است. دیگه سوالی دارین؟ دیگه سوالا زیاد است، خوب باشه برای روز دوشنبه که امروز باز مسائل خوب درست است. دوستا سوال کنن. درست است. خداحافظ شما. درست. سلامت باشین بیننده گرامی. بیننده بعدی سلام علیکم. بیننده بعدی سلام علیکم. دوست عزیز در اتاق کنترل اگر بیننده وصل است وصل کنیم. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. خب اگر اشکال است ما دوباره برمیگردیم به سوی خدمت جناب مولانا صاحب. خب بفرمایید، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین بیننده گرامی، بفرمایید. من بلا خواست شما رو گرفتم جواب دارید هر شدم هر میخوام. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. عید شما هم مبارک بینید گرامی. میخواستم آقای رضایی همتری عزیزم بگیم، آقای رضایی این حرفا نزدی تو رو خدا، این کار حرفاتیه. یعنی تو مسجد یک نفر نبود که امام حسن را بلند کن و بگیره دست رسول الله صلوات الله علیه. بله خب بفرمایید. صدای شما قطع وصل میشه بیننده گرامی. خب میریم سراغ بیننده بعدی به خاطر که وقت زیاد تلف نشه. بفرمایید بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. از کتاب زوار سوال داشتم در برای نوزای حج فهمونم، حج تمتو، حج قیران، حج ایسار چگونه این حج در برای اینها فهمونم سوال داشتم. و سوال دویم هم این است که در برای روزه سنت رسیده اکرم سلام و رسانم روزای دوشنبه و پنجشنبه و ممکن است که پگاه نیتی روزه سنت رو کنیم. و در آخر خواهش داشتم استاد بزرگوار اگر استاد انصاری، محمد انصاری و استاد مجیب و رحمانی انصاری یا که احمد جان اگر با اونها در تماس شده خواهش داشتم من خودری انست هستم از تدیکتان و بیان دو کنم الله مهربان روزه با من در از دوک می پنجم را و همه مسلمان های دنیا الله مهربان از کردوان که مشتاق زیارت این و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی اگر بیننده دیگه است وصل کنین دوستا. سلام علیکم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام، عید شما هم مبارک. صدای شما خیلی پخش است، میشه کمی صدایتان رو بلند کنین؟ دوستای گرامی در اتاق کنترل بفرمایید. بفرمایید. شما دیشب
خب دوست گرامی شما میتونین دوباره تماس بگیرین چون صدای شما درست نمیه. ما میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. عید قربان با تمام شما را تبریک میگم. سوالای شهری داشتم. ما هم عید قربان به شما و تمام ملت عزیز و گرامی تاجیکستان و تمام مسلمانان جان بار دیگر تبریک عرض میکنم. بفرمایید سوالتان مطرح کنیم بیننده گرامی. اگر همین نماز شورا که بامداد در خانه مسجد مسجد روی تحیط مسجد خوندن در کار یکی نیست، برای اونکه در مجرد ما دیانگه وقتی که نماز سنت در مسجد خوندی در در خونه خواهی در مسجد باید تحیط مسجد نخوندی. یعنی میخواستیم بپرسیم که اگر نماز سنت در خانه خواندیم بریم دو رکعت نماز تحیط المسجد در مسجد بخوانم این اشکال داره؟ یعنی سوال تا نمی بود؟ سوال ما همین پس سوالی بیت ما در باره بیدعه داشتیم. همین بیدعه معنیش کرد همین در بری ما حاجبا میرن و حج میتنن در همین بیدعه کاری بسوارنده با می بیاد. درست است، درست است. باز همین بیدعه در قیمت پرسیده میشه که کار بیدعه کنم. درست است. انشاءالله جناب مولانا صاحب در ارتباط به خود کلمه بدعت و اصطلاح بدعت توضیح ارائه خواهند کرد. خب بیننده بعدی سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر بیننده گرامی. بفرمایید. عید شما مبارک انشاءالله. عید شما هم تبریک. بفرمایید. سوال داشتم خدمت مولانا عبدالقدوس احکام. بفرمایید صدای شما را میشنون. دو سال پیش رفتیم مسجد، طواف ندا انجام ندادیم، یادمون رفته. چه وقت رفتیم؟ چه وقت؟ دو سال پیش. درست است. دو سال پیش طواف ودا یاد طواف ودا را فراموش کردین و انجام ندادین. فراموش کردم، انجام ندادم. الان چیکار باید بکنم؟ شما یعنی وقتی که از مکه خارج شدید، اون روز که از مکه خارج شدید شما چه کاری رو انجام دادید؟ میشنوین شما؟ بله طواف ویدا یادمون رفته، اومدیم ایران یادمون اومد. برادر گرامی جناب مولانا صاحب از شما پرسیدن که وقت آخرین عملی که شما در مکه انجام دادین قبل از خروجتان از مکه چی بود؟ طواف افاضه انجام داده. بله. میگه طواف خداحافظی یادمون رفته. خب نه، یعنی در همون روز که شما طواف افاضه رو انجام دادید بیرون رفتید؟ بله، اومدیم مدینه، از مدینه اومدیم ایران. بسیار خوب انشاءالله. درست است جناب مولانا صاحب، انشاءالله در ارتباط به سوالتان توضیحات ارائه خواهند کرد. تشکر بیننده گرامی. بیننده بعدی سلام علیکم. بفرمایید. خب فکر کنم بیننده وصل نشد، میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. سلام برادر بزرگوار. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید. عذرخواهی میکنم جناب مجری بزرگوار، من یک سوال از آقای دهقان داشتم حضرت مولانا. خب بفرمایید سوالتون مطرح کنین. بفرمایید برادر گرامی. سوال بنده اینه که آیا این روافض در ایمان داخل میشن طبق آیات نص قرآن که الله تعالی میفرمان که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ؟ اینا ایمان شمانند صحابه نیست، یعنی صحابه بر امامت ایمان نداشتن، فقط بر الله ایمان داشتن، بر کتاب های آسمانی ایمان داشت و اصلا بزرگ شما بر آخرت ایمان داشت. اینا یکی رو اضافه کردن. این سوال اول منه، یه لحظه ملاحظه بفرمایید. سوال دوم من اینه که آیا طبق این آیه قرآن که الله تعالی میفرماید که حالا کسی جواب من نداده، الله تعالی میفرماید که و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قال انؤمن کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولكن لا يعلمون. من سوال من این از استاد دهقان بزرگوار که آیا اینا همون نادانهایی هستن که خودشون نمیدونن نادانن؟ چون الله تعالی میگه مثلا که
وقتی گفته میشن مانند مردم ایمان بیاورین، میگن ما مانند نادان ها ایمان نمیآورین. الله میگه اینا خودشون نادانن، ولی که نمیدونن نادانن. واقعا هم اینا فکر کنن نمیدونن نادانن، چون از نعمت کلام وحی بر قلبشون اصلا اثر نکره، داره چرت و پرت میگه زنگ زنه از موضوع. شما اصلا نه ایمان رو فهمیده، نه قرآن رو فهمیدن، نه آخرت رو فهمیدن، ادعای مسلمانی میکنن. بزرگواری بکنید در این مورد توییم. تشکر را بیننده گرامی. تشکر برادر گرامی. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. الو بفرمایید بیننده گرامی، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من خواستم عرض کنم که ببینید الان این بیننده قبلی آمدن توهین کردن به اهل تشیع، هر چی دلشون خواست. بیننده گرامی آیا من هم اجازه دارم؟ خواهش میکنم، سوالی اگر دارین سوالتون مستقیم بین مطرح کنین، بفرمایید. مثل قد شد. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرتضی هستم از آلمان. بفرمایید آقای مرتضی. السلام علیکم استاد سیدقلی عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. میشنم صدایتان، بفرمایید بیننده گرامی. شما تبریک میگم و استاد بزرگوار مولانا سید. ما هم خدمت شما و خدمت تمامی بیننده های عزیز و گرامی برای بار چندم انشاءالله عید سعید قربان تبریک عرض میکنیم. بفرمایید. زنده باش، خیر بینه انشاءالله. نور جامعه است، نور سلامت باشین، حسن نظر شماست بیننده گرامی. من یک سوال داشتم مربوط به حج عمره. در حج عمره که بیایی چند بعد سوال کنم، به خاطر که ما وقت نداریم، در اروپا زندگی میکنیم. در حج عمره که بیای میتونی دو حج مثلا یا سه حج انجام بدی؟ در یک حج عمره مثلا یک حج عمره میای یک حج عمره مثلا با یکی انجام بدی؟ ما دقیق سوالتان متوجه، جناب مولانا صاحب شما متوجه شدین؟ درست است مولانا صاحب، سوالتان متوجه شدن، بفرمایید. نه، به خاطر یک چی میگی گفتم دو اج عمره که بتانی که اج عمره بتانی به خاطر که جوان هستی مثلا انجام داده بدی، بله. مثلا عبادت ها درست انجام بدی و شما دعا میخوایم خداوند دعا کنه برخ ما. آمین انشاءالله. شما همچنین به حق ما دعا کنین، ما هم از شما التماس دعا داریم بیننده گرامی. تشکر از شما. دوستایی که مثلا کسایی که زنگ میزنن خواهش نمیدونم چه دیگه میگم که بفرمایید، بفرمایید. استفاده نمیتونه از طرز دین ارسالی از برنامه شما که استفاده نمیدونه، واقعا جای تاسف است. تاسف برای اینا. خوب متاسفانه. واقعا نور است که داخل خانه‌شون شده، اما که نمیتونن دیگه، واقعا جای تاسف. خوب انسان‌ها دیدشان، فهمشان و درکشان متفاوت است. کاش که همه جامعه اسلامی این چنین مثل تشکر از زبانشان و از دستشان خداوند شما را حفظ کنه. امتن. آمین. خصوصا استاد مولانا صاحبای ما را، دو مولانا بزرگ ما را، شما مجریای واقعا. آمین. 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 واقعا. خودی استاد انصاری عزیز. تشکر بیننده گرامی. السلام علیکم و رحمت الله. امین. تشکر بیننده گرامی. تشکر بیننده گرامی. ما به اضافه صحبت‌های بیننده گرامی اضافه می‌کنم که واقعا وقت ما علمای کرام، دانشمندای کرام در اینجا میاریم و اینا حاضر میشن که جزی از وقتشان، جزی از عمر گرانبهایشان در خدمت امت اسلامی قرار بدن. ما انتظار داریم که بیننده هایی که از مسائل فقهی و مسائل دینشان اطلاعی ندارند یا میخوان بر اطلاعاتشان بیفزاین سوال کنند. این علمای بزرگوار در اینجا وقتی می نشینند، من انتظار از ما نداریم که بیننده بیایه، یعنی خدای نخواسته توهین بکنه یا صحبتهای بیمورد را در چنین برنامه مطرح کنه. خب به اجازه شما عزیزان میریم سراغ یک میان برنامه کوتاه و پس از این میان برنامه کوتاه انشاءالله باشم در خدمت شما خواهیم بود و جناب مولانا صاحب به سوالهای مطرح شده پاسخ خواهند گفت. العيد جنا قولوا معنا يلا قولوا مبروك العيد، العيد جنا قولوا معنا
مبروك العيد. عيدنا عود يا هلا عيدنا، موعد الأفراح يا محبوبنا، واحتفل فيك النبي جابك الله، واحتفل فيك النبي كل ما جيت شرحنا كلنا، كل ما جيت شرحنا كلنا. عيدنا عيدنا عود يا عيد يا عيد المحبة، جينا مثل شوق الأحبة، كل الفرح ويا سعادة بنجتمع بلينا حبة. يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا لبيك الله لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم. با هم باز هم تصاویر از مشاعر مقدسه و تصاویر از حرم را میبینیم و باز دوباره انشاءالله به استودیو برمیگردیم. بیننده های عزیز و گرامی، طور که میبینین لحظات غروب چی که ما حتی در بعد از غروب قرار داریم و حجاج گرامی به تعداد بسیار زیاد در حرم قرار دارن، تصویر سمت راست حتی پشت بام تعدادشان وقتی ما شروع کردیم یک ساعت و نیم قبل، حالا ماشاءالله تعدادشان به مراتب بیشتر شده در پشت بام حرم، و همچنین در تصویر سمت چپ میبینیم که تعداد از زائرین گرامی در حال رمی جمرات هستن. برمیگردیم به استودیو چون وقت بیشتر نداریم خدمت مولانا صاحب دهخان. جناب مولانا صاحب، من نمی‌فهم که از کجا شروع کنیم، باز هم از نشانه و علائم حج مبرور بگیم یا نه که ابتدا از سوالا شروع کنیم، چون وقت ما 20 دقیقه وقت نداریم. خب از سوالا اگر شروع کنیم بهتر است. در ارتباط به صحبت‌های جناب رضایی که گفتن از قاره اصفهان با ما صحبت می‌کردن، که گفتن اساس دین حب است و مودت است، در ارتباط به صحبت‌هایشان ما هیچ گونه تردیدی رو نداریم که محبت داشتن با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از حقوق اهل بیت هست و این جزء ایمان اهل سنت و جماعت هست که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را باید دوست داشته باشند و هر کسی که اهل سنت و ادعای اهل سنت بودن را داشته باشد و محبتی با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بلا استثناء، ما افراد مشخص نمی‌بینیم، تمام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در رأسشون اونهایی که اهل علم و اهل فضل و شرف بودن، محبت اونها جزء ایمان ما هست به خاطر توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم که در خدیر خم در واقع فرمودن اذکرکم الله اهل بیتی، من شما رو توصیه میکنم که در مورد اهل بیت من و همچنین موارد دیگری در مورد سیدنا حسن یا حسین فضائلی که ایشون ذکر کردن، بله ما این روایت ما اهل سنت و جماعت هست که در هنگام خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم از برخواستن و نماهای خودشون رو گرفتن، یا همچنین حسن حسین رو و همچنین در مورد حضرت امامه رضی الله تعالی عنها هم اومد در اثنای نماز، در ما هیچ گونه شکی نداریم. اما آیه که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، اون هیچ ارتباطی با محبت ذوی القربا ندارد. در اونجا یعنی بحث محبت ذوی القربا در واقع نیست. اگر بحث محبت ذوی القربا بود اونجا لذوی القربا می اومد،
یعنی فل خوب بله لغت قربا بله میومد، اما وقتی گفته الا الموده فل قربا یعنی به خاطر قربایی که داریم با شما، یعنی من رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من از شما هیچ گونه در واقع پاداشی رو نمیخوام، من تا انتظار دارم به خاطر خیشاوندی که با من دارید حق خیشاوندی رو حداقل در واقع مراعات بکنید. و معیار محبت رو باید بازم شریعت تعیین بکنه. هیچ انسانی نمیتواند به خاطر ادعای محبت، اون چیزی که خودش تشخیص میدهد که این محبتی هست با فلان فرد، بیاد تعالیم اون فرد رو در واقع تغییر بده. خب اگر ما رسول الله متعال در مورد در واقع محبت خودش، کسانی که دائم محبت با الله متعال رو میکردن، میفرمد که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما الله رو دوست دارید پس از من اتباع بکنید، از رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع بکنید. همین مورد، اگر ما با الله محبت داریم باید از رسول الله اتباع بکنیم، اگر با اهل بیت اتباع داریم باید از رسول الله اتباع بکنیم، یا حداقل از خود اهل بیت اتباع بکنیم. در مواردی که ایشون گفت زیارت کربلا هست و نمیدونم نوح خانی هست و سین زنی هست و آباد کردن قبرا هست، در این زمینه ها با سند صحیح در کتاب های خود اهل تشیع روایات متعدد احیانا در حد تواتر هم ثابت شده که این بزرگواران از چنین اعمال نهی کردند. اگر شما پیرو اهل بیت هستید، اهل بیت را دوست دارید، خب پیروی صادقانه داشته باشید، اما این که به خاطر بهانه محبت با اهل بیت دین اهل بیت رو تحریف بکنین، من فکر نمی کنم این کار عاقلانه ای باشه و در روز قیامت ائمه بزرگوار از شما راضی نخواهند بود و قطعا اعلام براءت خواهند کرد از کسانی که به ادعای محبت اونها اومدن با اصل عقیده و دین اونها در واقع مخالفتی رو انجام دادند. جناب مولانا صاحب، میریم سراغ بیننده بعدی که سوال کردن در ارتباط با ایام البیز، روز 13 و 14 و 15 ما گفتن ماه ذوالحجه، یا میتونن که سر از فردا روز ایام بیز ماه ذوالحجه را شروع کنن؟ ایام بیز به صورت کلی من قبلا عرض کردم خدمت بینندمون، بنابر روایت حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه جز سنت ها است. رسول الله توصیه کردن به ایشون که روز 13 و 14 و 15 را در واقع روزه بگیرن، اما در این ماه به صورت کامل اجازه ندارند که ایام بیز را روزه بگیرن، زیرا که روز 13 جز ایام تشریق است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایام تشریق ایام اکل و شرب است و روزه گرفتنشون در واقع جایز نیست. 14 و 15 اشکالی نداره. خب بیننده عزیز، امیدوار هستم که چون تاکید کردن، امیدوار هستم که پاسخ جناب مولانا صاحب شنیده باشه. این روز 13 ما نمیتونن به خاطر روز تشریق، میتونن که روز 14 و 15 ایمار روزه بگیرن، یعنی از روز جمعه و روز شنبه. بله. چون فردا 13 میشه، فردا پنجشنبه است. بله فردا پنجشنبه. بله. از روز 14 و 15 در میتونن روزه بگیرن. خب خواهر گرامی ما فکر کنم از تاجیکستان بود سوال کردن، من سوال اولشون متوجه نشدم جناب مولانا صاحب، اما سوال دومشون هم متوجه شدم که در ارتباط به روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن، روزهای دوشنبه و پنجشنبه صحبت میکردن. سوال اولشون اگر شما گرفتین؟ نه من متوجه سوال اولشون نشدم. این سوال اولشون من متوجه نشدم، فکر کردم سوالی ندارن. روزهای دوشنبه و پنجشنبه یکی از روزهایی هست که سنت است روزه گرفتنشون. رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا روزه میگرفتند و توصیه میکردند. یکی از روزهایی که روزه گرفتنشون روزه هست همین روز دوشنبه و پنجشنبه هست. خب بیننده بعدی که البته در ارتباط به طواف ودا گفتن، نمیفهم کامل از جوابشون گرفتن یا ای که در مورد طواف ودا فراموش کردن. در میان فقها اختلاف نظر وجود داره. در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه جزء سنت ها هست، این اگر کسی ترکش کرد هیچ گونه اشکالی در حجش بوجود نمیاد، به خاطر این استدلال کردن چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که از مکه خارج می شود آخرین کاری که انجام میدهد باید طواف خانه کعبه باشد، منتها از زنانی که در حالت عادت ماهیانه هستند این حکم در واقع برداشته شده. به خاطر استثنایی که در این حکم برای زنان اومده، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه فرمودند که حتما حکمش هم اصلش وجوب در واقع نیست، اما جمهور علما نظرشون بر این است که این حکم واجبی هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند یا به تعبیری نهی کردند که لا ينفرن احد منكم حتى يكون اخر عهده بالبيت، کسی حق ندارد که از مکه خارج بشود مگر اینکه
آخرین کاری که انجام میده طواف ودا باشه. طواف ودا بنابر قول جمهور در واقع واجب هست، اما اگر ایشون لازم نیست که نیت طواف ودا را کرده باشند، اگر ایشون، من عرض کردم که آخرین کاری که انجام دادید، اگر ایشون همون طواف سنتی رو هم که انجام دادند و بعد از اون خارج شدن، طواف ودا در واقع انجام شده، به شرط از اینکه همون روز خارج شده باشن، همون روز، بله همون روز خارج، اگر روز بعدش مانده باشن، نه دیگه دوباره یک طواف دیگری لازم میشه به عنوان ودا. خب اگر فرضاً اگر طواف نکردن حالا رفتن، خب توضیح میدم، اگر این کار را انجام دادند که همون طواف ودا ایشون محسوب میشوند. اگر که ایشون، من سوال کردم، آخر من اینجوری متوجه شدم که گفتند که همون روز که طواف افاضه رو انجام دادن بیرون رفتن، بازم اشکالی نداره، اگر کسی اومد طواف افاضه رو انجام داد و همون روز خارج شد از مکه رفت، این طواف افاضه و طواف ودا هر دوتا ادغام میشن، بازم هیچ گونه اشکالی در واقع به وجود نمیاد. اما در صورتی که عمدن این طواف ودا رو انجام ندادن، قول جمهور علما که واجب است، باید گوسفندی رو در واقع ذبح بکنن یا نیابت بدن در مکه کسی دوستی آشنایی رو که در اونجا یک گوسفندی رو در واقع ذبح بکنن. این خاصه برای فقرای اهل مکه هست. بینده که من فکر کنم سوالشون فراموش کردم، متوجه نشدم، از تاجیکستان سوال کردن که اگر نماز سنت نماز فجر، سنت نماز صبح در خانه بخوانن، بعدش برن دو رکعت تحیه مسجد بخوانن، اشکال نداره؟ اشکال نداره، بنابر قول راجه، یعنی حتی در اوقات مکروه، یعنی نمازهایی که یک نوع سبب داره خوندنشون اشکال نداره، نمازی که یک نوع سبب داره و نماز تحیه المسجد جز نمازهایی است که سبب داره، یعنی سببش ورود به مسجد مساجد حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه هست که در صحیح بخاری اومده که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا دخل احدكم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. این تاکید کرده که فلیرکع، حتما دو رکعت رو بخواند قبل از اینکه بنشیند. اگر وقت هست تا زمانی که نماز فرض شروع بشه، شما دو رکعت نماز تحیه المسجد بخوانید، هیچ گونه منافاتی نداره و جایز هست. و میتونه کسی جناب مونس بعد از سنت، چون سنت نماز صبح قبل از نماز است، اگر ازش قضا شد نرسید، میتونه که بعد از نماز فرض بخونه؟ بله اشکال نداره، اشکال برای نداره. جمهور روایت حضرت عبدالله هست که بعد از نماز هم میتونه بخونه. یا اینکه اساسا اگر که یکم وسواس داره، خصوصا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که این جایز نیست، میتونه سب بکنه تا طلوع فجر و بعد از آن بخونه، که از این خلاف کلا بعد از طلوع فجر. بله باشه، چون ما برخیارا دیده میشه که کسایی که به مذهب احناف به نهایت پایبند هستن، هنگامی که امام نماز میخونه، مثلا حتی داره رکعت دوم میخونه، اینا میان به جای از اینکه برن ملحق شون برکت دوم فرض، نماز سنت شروع میکنن. این در واقع از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم یا تأیید رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی نیست. اقوال برخی از در واقع صحابه در این زمینه هست، اما قول رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه صاف و واضح و آشکار هست که اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، وقتی که نماز فرض اقامه شد، دیگه جای برای نماز دیگری در واقع وجود نداره. این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و این ارجحیت داره بر عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بیننده بعدی که سوال کردن جناب مولانا که آیا روافض جزء مؤمنین هستند و آیات هم، ببینید ما در مورد این که امروزه چیزی که به عنوان دین تشیع هست تفاوت‌های زیادی با آیین اسلام داره، تفاوت‌های زیادی با دین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. این تمام دعاهای و استمدادات غیر شرعی که وجود داره، تمام این بدعات و خرافاتی که متأسفانه در طول زمان این تشیع صفوی اینها رو در واقع به تشیع تحمیل کرده، قطعا اینها جزء تعالیم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبودند و عملا نهی کردند، عملا نهی کردند از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا ساخته و پرداخته دوران صفویت در واقع هستند و همچنین امروزه داره زیاد میشه. یعنی حتی مواردی رو که در همین انقلاب بعد در کربلا را میبینید، بله که یک بار به کربلا رفتن نمیفهم چند برابره. دقیقاً اینا روایات جعلی هست که در این زمینه جعل کرده. ما یعنی هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو نداریم که تشیع امروز تشیعی که بالفرض
علی داشته یا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن به هیچ عنوان اون تشیع در واقع نیست. اونها از نظر عملی و از نظر اعتقادی هیچ تفاوتی رو با اهل سنت و جماعت در واقع نداشتن. اما حکمی که ما بخوایم به عنوان یک حکم صادر بکنیم بر عوامش، این باز هم مطابق با اصول شرعی هست. ما هیچ انسان مسلمانی رو به خاطر حدس و گمان در واقع تکفیر نمی کنیم. هیچ انسان مسلمانی رو، حتی شیعی رو که ما ببینیم که طواف قبر انجام میده، احتمال داره که این فرد یک فرد عامی هست، حکم شریعت بهش نرسیده، کسی نیومده که حکم اصلی رو اسلام ناو رو بهشون تفهیم بکنه یا اتمام حجت کرده باشه. تا زمانی که اتمام حجت نشده باشد، دین اصلی نرسیده باشد، ما نمیتونیم چنین حکمی رو بر عوام در واقع صادر بکنیم. پس بنابراین عوام شیعه به خاطر جهالتی که در این زمینه دارند، اونها رو میشود ما جز مسلمانان در واقع میشماریم و حرمتی رو که یک مسلمان داره، تمام شیعیانی که عوام شیعه هستند این حرمت رو در واقع دارند و به نظر من درست نیست که فتوای تکفیری برای اینها در واقع صادر بشه. بیننده آخری آقای مرتضی از آلمان که من سوالشان اوقدر دقیق نفهمیدم و شما گفتین دقیق گرفتین در ارتباط به سوالشان که گفتن میتونن چند حج تکرار عمره در تکرار عمره بود سفر. تکرار عمره در یک سفر بود، گفتن به خاطر اینکه جوان هست و توانایی داره که در یک سفر چند عمره رو انجام بده، آیا درست هست یا درست نیست؟ چون من حج شنیدم خیلی هدف شد، ایشون حج گفتن و ما یعنی حج عمره رو معمولا مردم یعنی سر زبان هست یعنی میشه. در یک سفر در شهر مکه در واقع یعنی ثابت نشده از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم که در یک سفر دو تا عمره رو انجام بدن. حتی در حجۃ الوداع با اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی رفته بودند برای حج بعد از مدت طولانی 10 سال که بیرون بودند، یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ کسی از آنها یعنی عمره تکراری رو انجام ندادند. حتی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که به خاطر عادت زنانه نتونسته بود که حج عمره رو انجام بده، یعنی عمره حجش در واقع باقی مونده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشونو فرستادن با برادرشون عبدالرحمن ابن ابی بکری برود از مسجد عایشه که امروز مسجد عایشه از اصلن این بر اونجا احرام ببندد. با وجود این که عبدالرحمن ابن ابی بکر از حرم خارج شده بود، اما ایشون احرام نبستن، صرفا همراهی کردن حضرت عایشه را و فقط حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در واقع احرام بستن. این نشانه این است که دو تا عمره در یک سفر انجام دادن در واقع جایز نیست، یا حداقلش یعنی مناسب نیست یا خلاف اولا هست، به خاطر اینکه رسول الله و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداد. پس نمیشه به دلیلی که مثلا ما از راه بسیار دور آمدیم، آیا بار دیگری سفر برم میسر میشه نمیشه، ما باید از این فرصت استفاده کنم و چند عمره کنم؟ استفاده از این فرصت این است که طواف بکنند، این طواف جای دیگری در واقع میسر نیست، در حرم بنشینند و نماز بخونند، هر نمازی 100,000 در واقع ثوابش بیشتر است، از این فرصت استفاده بکنند و این وقت رو غنیمت بدانند. اما اهل مکه میتونن جناب، اما تکرار عمره در واقع عمره درست نیست. بله اهل مکه هر وقت خواستن میتوانند که عمره بکنند. و کل یعنی بحث عمره به صورت کل یک بحثی است، حتی برخی از علما معتقد هستند که در یک سال باید یک عمره را انجام بده، که تفصیلات فقهی در این زمینه جناب مانوس. با وجود از اینکه وقت ما پایان رسیده، ما از کارگردان عزیز تقاضا میکنیم که یک 5 دقیقه دیگه هم وقت اضافی برای ما بتن تا در ارتباط با موضوع برنامه که نشانه های حج مبرور بود، من از شما سوال کردم نشانه ها و علائم حج مبرور باقی ماند، فقط فکر کنم شما به یک نشانه که خالصانه بود مواردی رو که برتر هستند. اولین همون یعنی اخلاص نیت هست که الله متعال میفهمد و اتم الحج و العمره لله، خالصانه برای الله متعال باشد که عملی رو خالصانه نباشد الله متعال قبول نمی کند. دومیش اتباع سنت هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خذوا لتأخذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، که مناسک حج رو از من بگیرید، طبق روش من حج بکنید، شاید که سال دیگر من نباشم در حج با شما. و این که قبلا مفصلا توضیح دادم. و شرط سوم این است که این مالی که انسان حج می
میکند حتما باید سعی بکند که مال حلال و مال بدون شبهه ای باشد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله طیب لا یقبل الا طیب، روایت صحیح مسلم هست. الله متعال پاک هست و غیر از پاک چیزی رو قبول نمی کند، که انسان باید سعی بکند که با مال حلال در واقع حج انجام بدهد. و همچنین در روایت دیگری که متفق علیه هست، الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این مطلب را فرمودند، لا یقبل الله الا طیب، الله متعال غیر از طیب و پاک چیزی دیگری رو در واقع قبول نمی کند. و شرط چهارمش همون چیزی که قبلا هم توضیح دادم این است که انسان در حالت حج از محرمات الهی به صورت کلی و همچنین از مواردی که جز محظورات احرام و ممنوعات احرام هستند در واقع پرهیز بکند. الحج و اشهر معلومات و من فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، این آیه رو همیشه باید مد نظر داشته باشد. یا حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه را که من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. و شرط پنجمی این است که انسان سعی بکند که در حالت حج حتی از مواردی که جزء خوارم مروءت هستند، یعنی با جوانمردی و مردانگی در واقع سازگاری نیستند، چون این اعمالی رو هم انجام ندهد. یعنی از نظر اخلاقی سعی بکند که یعنی بهترین اخلاق را داشته باشد، بهترین رفتار را داشته باشد، در رفتار خودش، کردار خودش، و همچنین سعی بکند که در این ایام حج در واقع بیشترین اعمال خیر رو در واقع انجام بده، نماز و قرائت و قرآن و بقیه اذکاری که در این زمینه هست، هر چند که بیشتر پایبند باشد ان شاء الله حجش مبرورتر خواهد بود. جناب مولانا صاحب، یکی از بیننده های ما که در ارتباط به نماز بامداد سوال کرده بودن، سوال دیگرشان در ارتباط به بدعت بود. فکر کنم منظورشان بیشتر بدعات بود که در حج در حین انجام اعمال حج صورت میگیره. اگر به چند موردی از این بدعات که اشاره کردم، یعنی فکر کنم که منظورشون یعنی رسم و رواج هایی بود که در هنگام استقبال از حاجیان در واقع صورت میگیره. خود مفهوم بدعت رو من توضیح بدم، یعنی انجام دادن یک عبادتی به تقرب به نیت تقرب به الله متعال، عبادتی که اصلی در شریعت در واقع نداشته باشه، این در واقع میشه که جزء بدعت ها. یعنی اعمالی را ما به نیت تقرب انجام بدهیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این اعمال را با نیت تقرب در واقع انجام نداده باشه، این جزء دایره بدعت خارج میشود. اما موارد دیگر که جزء مراسم زندگی هستند، جزء در واقع استفاده هایی هستند که بهینه و ابزار و وسایلی که مردم استفاده میکنند، اینها را به هیچ عنوان ما نمیتوانیم که جزء در واقع بدعت ها در واقع بشمار. تشکر جناب مولانا صاحب. ما به پایان برنامه نزدیک شدیم، اما اگر از دوستای گرامی باز هم یک بار دیگر از تصاویر از حرم مکی و جمرات را نمایش بدن، باز هم ممنون و متشکر خواهیم شد. خب بیننده های عزیز و گرامی، طوری که میبینید تصویر سمت راست پشت بام حرم است که چند فرد استاده هستند. پشت بام حرم است و واقعا ازدحام با مرور هر لحظه بیشتر میشه، چون اکثر کسایی که فکر کنم جناب مولانا صاحب از تعجیل کردن و قبل از غروب جمرات خلوت شده و اوازش بله. حرم شده بله جمرات خلوت شده و عده از حجاجی که فردا هم رمی خواهند کرد و امشب را باز هم در منا سپری خواهند کرد، اونا باقی ماندن و بقیه حجاج همشان طوری که در تصاویر میبینیم فعلا در حرم مشغول طواف هستند و شاید عده زیاد هم در لحظات جناب مولانا صاحب مسیر حرم تا منا خیلی ها شلوغ است. تقریبا گفته میتونم حدود 6-7 کیلومتر فاصله بیشتر نداره، اما همه شاید یک تعداد سوار بر اتوبوس و تعداد زیاد هم پیاده به سمت حرم در حال حرکت باشند. خوب بیننده های عزیز و گرامی، در این لحظات برنامه ما، برنامه امروز رکن پنجم ویژه برنامه حج به پایان رسید و ما در پایان برنامه جناب مولانا صاحب جهان سپاس امتنان دارم که باز هم در یکی از دیگر از سری برنامه های رکن پنجم حضور یافتین. خداوند اجرتان مضاعف بگردانه. و در پایان باز هم این عبارت بارها تکرار میکنیم، انشاءالله که خداوند آنچه که در این برنامه گفتیم و آنچه که شما از جان شنیدید در ترازوی حسناتمون قرار بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما را پناه حضرت یکتای به همتا می سپارم. خدایار نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.